سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میبینن و یا میشنون. امروز 17 اوت یا آگست 2013 و 26 مرداد 1392. امروز راستش من برنامه‌م این بود که راجع به 28 مرداد، برای اینکه دو روز دیگه 60 سال 28 مرداده، میخواستم بخش وسیعی از برنامه رو اختصاص بدم به اون، برای اینکه 30 تیر من صحبت زیادی نکردم و به عزیزان قول دادم که به مناسبت 28 مرداد صحبت خواهم کرد و بعدش دنباله بحثی رو که از چندین جلسه پیش آغاز کردم راجع به ویژگی‌های سرمایه‌داری و این دلیل داشت. چند بار این رو عرض کردم که در واقع به دلیل اتفاقاتی که در مصر افتاده و پیچیدگی اوضاع مصر که بسیاری رو دچار سردرگمی کرده، در درون نیروهای ترقی‌خواه اختلاف افتاده، عرض شود که و در بین بینندگان عرض شود که برنامه به من زنگ میزنن که خب حالا که 600 نفر کشته شدن چی داری بگی و سایر حالا عرض شود که به این مناسبت ویژگی های عرض شود که نظام سرمایه‌داری رو از چند جلسه پیش شروع کردم و اونم به مناسبت این که به یکی از تئوری ها و شیوه های تحلیل که تئوری از ماست که بر ماست جواب داده باشم و میخواستم امروز در واقع ما رسیدیم به اون بخش از ویژگی های سرمایه داری که این نظام از چند مرحله میگذره. مرحله مرکانتیلیسم که در واقع پیش سرمایه داریه، بعد انقلاب صنعتیه و بعد دوره انحصار و امپریالیسم. در دوره مرکانتیلیسم دو چیز رو من میخوام حالا اگر فرصت بشه که چرا در انگلیس انقلاب صنعتی در انگلیس اتفاق افتاد و نه در جاهای دیگه، در واقع بقیه کشورهای اروپایی و ژاپن و امریکا در رقابت با انگلیس انقلاب صنعتیشون صورت گرفت، یعنی جلوی کالاهای انگلیسی رو گرفتن و خودشون شروع کردن در واقع همون چیزی رو که الان برای ما نمیخوان، جلوی به حساب ورود کالاهای برتر انگلیس رو گرفتن، هم در فرانسه، هم در آلمان، هم در ژاپن، هم در زمان لینکلن در امریکا، جلوی ورود. اصلا کل به اصطلاح جنگ داخلی امریکا بر سر چی بوده؟ بر سر همین مسئله بوده، بر سر نمیم بردهداری و امثالام که گفته میشه. لینکلن عقیدش این بود که جلوی کالاهای برتر انگلیسی باید گرفته بشه، اون انقلاب صنعت و از اون موقع است که انقلاب صنعتی امریکا آغاز میشه. ولی حالا ما رو میگن که دروازه های کشورتون رو باز کنید، شما احتیاج به انقلاب صنعتی ندارید، ما براتون جنس میفرستیم یا جنس چینی براتون میاد. ولی خودشون از بارها من گفتم از این پله ها بالا رفتن، پله رو از زیر پای ما کشیدن. به هر حال امروز هم میخواستم راجع به این صحبت بکنم که چرا ابتدا در انگلیس انقلاب صنعتی صورت گرفت. دلایلی داره. عرض شود که دوم اینه که ما چرا عقب افتادیم و میخواستم راجع به ریشه های عقب ماندگی صحبت بکنم، منتها به دلایل زیاد یا به دلایل چندی که یکی مسئله کابینه آقای روحانی در این هفته، عزیزان شاهد و ناظر تئاتری که در حقیقت در مجلس بود بودند و آدم دچار افسردگی میشه که اینا نمایندگان مردم ایران قرار باشن، تعداد زیادشون چماق‌کش، چاقوکش، هرچه و قمکش، که اینا باید راجب سرنوشت کابینه ای که امور مملکت رو به اصطلاح میخواد، امور مملکت که همش که به دست اون به دست کسان دیگه است، بگیرن و عزیزان ببینن که چه صحنه هایی بود
و حالا کم کم و کم کم بیرون میاد که چه چیزایی پشت این صحنه بوده و چه توطئه‌هایی پشت این صحنه بوده و وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه چه نقشی داشته در رد. میخواستن 6 تا لااقل از وزرا رو رد بکنن، ولی بالاخره 3 تاشون رو رد کردن با آنکه توبه کردن. بگذاریم، این یه علت مسئله به اصطلاح کابینه آقای روحانی، و یکی دیگه هم در واقع کشتاری که در روز چهارشنبه به اصطلاح حمله‌ای که پلیس و نیروهای امنیتی مصر به اردوگاه‌هایی که اخوان المسلمین زده بودند حمله کردند و چند صد نفر کشته شدند و در نتیجه این همه ما رو، بسیاری از ماها رو بیخواب کرد و در نتیجه باید تحلیلی راجع به این قضیه. بنابراین من با اخبار ایران آغاز می کنم، بعد میرم روی مسئله مصر، هرچی از وقت باقی موند به اون دو مطلب دیگه میرسم. اگر فرضاً نرسیدم راجع به 28 مرداد صحبت بکنم، عرض شود که به هفته دیگه میذاریمش، ولی بحث ویژگی های نظام سرمایه‌داری لازمه که ادامه پیدا بکنه. بنابراین من عرض شود، ولی قبل از این که یکی دو تا نکته رو میخواستم راجع به کمک های مالی که عزیزان میفرستن، که اگه عزیزان نفرستن میدونین که برنامه نمیتونه ادامه پیدا بکنه. بعضی از عزیزان، بعضی از این که من هفته گذشته صحبت کردم، پیغام دادن به طور غیر مستقیم که نمیدونن چجوری بفرستن، در حالی که مسئله خیلی ساده است. بارها من عرض کردم اگر به زیر برنامه عزیزان نگاه بکنن، عرض شود که یه آدرس هست P.O. Box 4292 گلندیل کالیفرنیا 91222 و - 02092. عزیزان به این میتونن چه به صورت مانی اوردر، چک و یا حتی هر چه که نقد هم میرسه به این آدرس بفرستن، و گرنه میتونن به mohit.gulshan.com عزیزان برن و اونجا به اصطلاح از طریق پیپل میتونن. بنابراین مسئله خیلی ساده است به اصطلاح اگه عزیزان بخوان به اصطلاح کمک مالی بکنن. عرض شود که مطلب دوم اینه که عزیزان از من دعوت کردن برای یه سخنرانی در انجمن هنری که جنوب کالیفرنیا در اورنج کاونتی هستش. عزیزانی که این دورور هستن جنوب کالیفرنیا، میخواستم عرض بکنم که این 24 یعنی شنبه آینده خواهد بود، شنبه آینده ساعت 6 بعد از ظهر خواهد بود، در یه انجمنی است که در اورنج کاونتی هستش. من شماره تلفنی به عزیزان میدم که اگه بخوان آدرس و سایر مشخصات رو بپرسن، به این شماره تلفن میتونن عزیزان زنگ بزنن. امیدوارم که کاغذ قلمی باشد. ایریا کودش هست 949 و شماره تلفن هست 500-87-10. پس 949 ایریا کود هستش، 055-87-10. برنامه رو با گزارشی از ایران عزیزان آغاز می کنم و بعدش یه بحثی رو می خوام باز بکنم راجع به اینه که در مجلس چه گذشت و چرا به نظر من حسین شریعت مداری حق داره که رقص و پایکوبی بکنه و بگه که گرچه کاندید اصولگرایان رئیس جمهور نشد، ولی ما برنده ایم. ببینیم کی باعث آن شده که حسین شریعت مداری بگه که اصولگرایان رئیس جمهور نشدن ولی برنده ما ایم، و هنوز اصولگرایی و فکر اصولگرایی حاکمه و عمل میکنه. به نظر من اینطوره. حالا جنبش انتخاباتی 92 با توجه به نرمش و عقب نشینی رئیس جمهور منتخب، اونم چه عقب نشینی، در مقابل اصولگرایان راست سنتی
تحت الامر ولایت دستاورد کوچکی نداشت. این عزیز کل این قضایا رو دستاورده میگه، کوچکی نیست اینا. حالا من موقعی که راجع به مصر صحبت میکنم، ما در بیرونیم و دستگاه های ارتباط جمعی، عزیزان ببینن که خبرنگار نیویورک تایمز چه یقه‌ای پاره میکنه برای اخوان المسلمین. خبرنگار عرشبت که ایندیپندنت انگلیس، تایم انگلیس، واشنگتن پست، عرشبت که تلویزیون ها، دویچه وله، بی بی سی، چه یخی برای اخوان المسلمین دارن پاره میکنن. ما امروز من صحبت میکنم که، و خانم ایمی گودمن، عرشبت که سایت انتی وار، سایت کامن دریمز، سایت کانتر پانچ، همه اینا، امروز من صحبت خواهم کرد که علی رغم تمام این دستگاه‌های ارتباط جمعی که چنین قد علم کردن علیه خواستهای ملت مصر و حمایت از اخوان المسلمین، خود مردم مصر چی فکر میکنن. و من نقل قولهایی هم از گاردین خواهم آورد، هم از نیویورک تایمز خواهم آورد، و هم مصاحبه‌ای که یکی از رؤسای برجسته سندیکاهای کارگری مصر با عرشبت که نامه مردم داشته و در سایت اخبار روز اومده، عزیزان میتونن در اخبار روز بخوننش. این مصاحبه بسیار پر اهمیته. قبلا هم با یکی دیگه از اعضای حزب کمونیست مصر مصاحبه نامه مردم داشت، این دومین مصاحبهشه که این از زبان خود مصری ها هست که چی گذشته و داستان چیه. و من از البرادعی هم نقل قولهای مفصلی خواهم آورد، با آنکه ما میدونیم البرادعی استعفا داد. یعنی حتی در درون جنبش در خود مصر هم اختلافهایی افتاده. از جمله به عزیزان گفتم که احمد ماهر که مال به اصلاح جنبش 6 آوریله شدیداً حتی گفته این که این یک کودتاست، و بعدش احمد شاهین که از جنبش تمرده، اونم به این به اصطلاح حمله‌ای که به اردوی اخوان المسلمین شده به شدت حمله کرده. بنابراین مسئله به همین سادگی نیست، ولی ما باید ببینیم که اکثریت مردم مصر چی فکر میکنن. برای اینکه من چند جلسه قبل عرض کردم برای قضاوت راجع به پدیده ها که نه تئوری از ماست که بر ماست رو بپذیریم، نه کار انگلیس یا امریکا و یا اسرائیل رو بپذیریم، و یا شیطان سازی بکنیم از این طرف یا اون طرف، بلکه تضادهای درونی جامعه رو ببینیم و ببینیم در درون این تضادها تضاد عمده و غیر عمده چیه. شیوه تحلیل علمی اینه، وگرنه ما دچار سردرگمی میشیم، دچار افسردگی میشیم. موقعی که آدم دچار اغتشاش فکری شد فلج میشه آدم. باید در شیوه تحلیل هر یک از ما کنسیستنسی یعنی انسجام وجود داشته باشه، این پازل هایی رو که بغل هم میذاریم تطبیق بکنه با هم. راهش چیه؟ منافع مردم اون کشور رو باید در نظر بگیریم. آنچه که تعیین میکنه همیشه در طول تاریخ اینطور نیست که فرضاً همیشه ما با مردم موافقت بکنیم، اینطور هم نیست. از جمله در ابتدای انقلاب که اکثریت عظیمی از مردم دنبال خمینی افتادن، ولی بودند کسانی که صدای پای فاشیسم رو شنیده بودن. حالا بعد از 30 سال تازه مردم میفهمن که فاشیسم دینی یعنی چه. مردم ایران دارن دست و پا میزنن زیر نعلین همین فاشیسم دینی الحال، و مردم مصر اینو گرفتن. بنابراین منتها در اون زمان مردم انقلاب کردن که حق داشتن در سال 57. حالا بعدن چه نیروی اهریمنی اومد
و روی این انقلاب سوار شد، اون یه بحث دیگه است. بنابراین ما باید برای حالا برمیگردم به این گزارشی که این عزیز داده. من امروز میخواستم حملات عظیمی واقعا به این کل این پروسه کابینه آقای روحانی بکنم. گزارشی که اومده امیدوار کننده است، میگه نه، مردم هنوز خواستاشون هست، گرچه عقب نشینی هایی کرده آقای روحانی. ولی این عزیز ببینید جو ایران چطوره و ما باید این جو رو تشخیص بدیم. حالا نقل قول خواهم آورد از اونایی که سال 67 شاهد کشتارهای درون زندان بودن و خودشون طرفدار اصلاح طلبان، ولی چطور قلبشون خونچکان شده که آقای روحانی یکی از افرادی رو که یکی از مسئولین اصلی قتل عام 67 رو و بسیاری از قتل‌ها رو که خود من میدونم که این آدم جانی و خون آشام پور محمدی چه انسانهایی رو در خوزستان اعدام کرده، از دانشجوهای خود من دکتر نریمیسا رو، دانشجوی خود من، این انسان رو به خاطر کمک به سیلزدگان اعدامش کردن. حالا یا این جنتی جانی بوده یا پور محمدی، ولی یک این آدمای خون آشام و ضد بشر جانی رو آورده وزیر دادگستریش کرد. با همه اینا این عزیز میگه که دستاورد داشته کل این جریان انتخابات و غیره و غیره. حالا چرا این را بدین علت آوردم که جو ایران الان اینطوره، ما که در خارج نشستیم نمیتونیم به دقت درک بکنیم که مردم هنوز امید دارن به آقای روحانی، به کابینش که همشون اومدن یکی پس از دیگری توبه کردن و چطور خودشون رو حقیر کردن. به هر حال این جنبش سبز رو داره میگه، توانست جناح آدمخوار و دروغگوی انجمن حجتیه و زیر مجموعه تازه به دوران رسیده و به مال و منال دست یافته جبهه پایداری متصل به باند مصباح را که در سرتاسر ساختار حکومت رسوخ پیدا کرده، اینا سواکی های سابق هم سر تا سر نفوذ کردن تا بالاترین و در شرایط ملزوم نقش بازوی سرکوب رژیم را برای حاکمیت بازی می کرد از دور خارج نماید و جام زهر جمهوریت نظام را که می رفت با انتخاب هر یک از کاندیداهای سقلوی جلیلی عرض شود که ولایتی و قالیباف برچیده شده و حکومت اسلامی را جایگزین نماید. یعنی منظورش اینه که جناح بعصا اصولگرا شکست خورده تو این قضیه، ولی باید ببینیم که چطور حسین شریعت مداری رقص و پایکوبی میکنه، میگه درسته که ما چیز نشدیم، حرف ما قدرت ما سر جاشه و بر حلق ولایت فرو بکنه عرض شود که این جنبش و عکس العمل عصبیت فرو خورده خامنه ای همانا نشاندن احمدی نژاد این مصیبت مملکت در پارکینگ شورای مصلحت نظام چون فحشی رکیک و ادامه دار به مردم است. فحش دیگرش وزیر دادگستریه، این آدم جانیه که یک تودهنی محکم به ملت ایرانه، به جوانای ماست، به زنان ماست که فرزندانشون به دست این آدم جانی کشته شدن و جانیان دیگه. جنبش انتخابات 92 در ادامه سیاست‌های جنبش سبز و تحت حمایت آن علارغم فشار و اهانتی که این روزها از تریبون شکست خوردگان اصولگرایان و مملکت برباده بر آن می‌شود، توانست جلوی پیشروی و دستیازی‌های سپاه و پاسداران و نیروهای امنیتی در حوزه‌های اقتصاد و سیاست را گرفته و انتظار می‌رود آنان را به وظیفه فراموش شدهشان که همانا در راجع به سپاه پاسداران که همانا حراست و حفاظت از کشور است به پادگان ها برگردانند. امیدواریم، ما هم هنوز امید داریم، مردم ایران آشکار ولی به راستی امید دارن و باید ما به این امیدشون احترام بذاریم، به افکار عمومی
اکثریت بزرگی، همینطور که به افکار عمومی مردم مصر باید احترام بذاریم. فرمایشات سردار فیروزآبادی در خصوص توجیه عملکردهای اقتصادی سپاه پاسداران و شرکت در مناقصه‌های کلان و دسترازی در اموال عمومی مبنی بر عرصبت که این که نفع شخصی و یا انحصاری در کار نبوده، خیر، بلکه به جهت عدم شرکت بخش خصوصی وارد جریه اقتصاد شده است. این نوع خصوصی‌زاده اینجوریه که میدن به دست اعوان انصار، آقازاده ها و سپاه پاسداران. تیتر بخشی از رسانه‌های هفته گذشته و حال را به خود اختصاص داده و قابل توجه است. در سایه قیل و قال‌های رأی اعتماد به کابینه روحانی، احسان اینو دقت بکنن، اخباری مبنی بر شنود در رأس حلقه حاکمیت در بیت ولایت، شنود گذاشتن اونجا، میان اطرافیان نزدیک خامنه‌ای به دستور فرمانده اطلاعات سپاه طائب، این آدم خار جانی، کار گذاشته شده بود که تمامی حرکات و گفت و شنیدهای اطراف رهبری به وسیله نام برده مدیریت می شده. از ارباباشون یاد گرفتن در امریکا که توسط وزارت اطلاعات کشف شد و اینک برای طائب تشکیل پرونده شده که در دست بررسی است و بنابر نظر آگاهان نشان از عمق اختلاف میان وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه دارد. مهمه. و ماجرا پس از کشف شنود و دوربین مخفی در دفتر علی مطهری، اجزان به یاد بیارن، و اصرار ایشان از قوه قضاییه برای پیگیری موضوع برملا شده، وگرنه اینم کشف نمیشد. میرساند که اتفاقات و اختلافات اخیر پس از تن دادن بیت ولایت و آرای مردم و انتخاب روحانی، که این را این عزیز یک پیروزی برای مردم میدونه، منتخب مردم به ریاست جمهوری شروع و قوت گرفته است، اختلاف در درونشون به وجود آورده. همون گونه که به تفصیل در خبرها آمده، 15 تن از 18 وزیر معرفی شده روحانی توسط مجلس رأی اعتماد آوردن. بله، اگرچه نوع این نرمش و مصلحت اندیشی و بهتر است بگوییم عقب نشینی در موضع گیری های وزرا به بیش شخص روحانی آشکار است. توبه کرد، گفت که آره، جنبش عرشبت که سال 88 اردوکشی بوده، همون چیزی رو، اصطلاحی رو به کار برد که رهبر معظم انقلاب به کار برد، نوعی توبه است. به همین دلیله که عرشبت که حسین شریعت مداری رقص و پایکوبی میکنه، میگه همشون اومدن و توبه کردن و یه پیروزی برای ما. و همچنین کم توجهی به جامعه، به نوعی اهانت به رهبران در حبس و حصر. اما حالا من صحبت خواهم کرد که تفاوت بین جنبش سبز و اصلاح طلبان حکومتی که باعث این کوتاه آمدن ها، این توبه ها و غیره و غیره شدن چیه و چرا در دو روز اول برای به اصلاح تصویب افراد کابینه 1600 بار صحبت فتنه کردن، یعنی حماسه 88، 1600 بار فقط در دو روز اول. چرا این رو وجود و وجود ناپاکشون این همه سنگینی میکنه جنبش سبز؟ نشانه های اراده به تغییر آشکاره، عرشبت که اما من حیث المجموع نشانه های از اراده به تغییر آشکار است. عزیزان دقت بکنید که با خوشبینی این عزیز داره و برابر گفت و شنیدهای خیابانی و نیز مطالبات اصناف گوناگون و نیز درخواست اتحادیه آزاد و مستقل کارگران در قالب تقدیم تنظیم نامه ها حکایت از امید مردم به دولت منتخب را دارد. ما باید به این امید مردم احترام بذاریم، اگر هم قلبمون خونچکان شده از این همه توحش این چماقدارهای عرشبت که درون مجلس ببینن چه توهینهایی به زندانیان سیاسی، به انسانهای در حصر کردن اینا. با توجه به فروکش کردن قیمت دلار به مقدار کمی اما کالاهای ضروری کماکان رو به افزایش، مردم باید دستاورد ببینن.
عرض شود که هم نظر سیاست خارجی که حالا آقای ظریف اومده، هم آقای عرض شود که وزیر اقتصاد آقای طیب نیا و تیم اقتصادی باید ببینیم کیا هستن، عرض شود که و گشایشی در مسئله اقتصادی و معیشت مردم باید بشه. چتر امنیتی وحشتناک به مراتب بدتر از سواک باید برداشته بشه. آیا روزنامه ها آزاد میشن؟ آیا حق تجمع به مردم داده میشه؟ حق نفس کشیدن به مردم داده میشه؟ آره، رو به افزایش گرانی ها اسفناکه. این روزها نوعی امید رهایی و آزادی زندانیان سیاسی و آزادی موسوی و کروبی و همچنین خانم زهرا رهنورد در اذهان و لسان مردم جاری است و به نظر می رسد که مسئولین نیز از این احساس بیخبر نباشند. ضمن توجه به اینکه اخیراً من میخوام وارد این بشم که به چه دلیل اینا در دو روز اول 1600 بار از فتنه صحبت میکنن. دلیل داره. و وادار میکنند آقای نجفی رو به اون طور شکر خوردن. عزیزان ببینید نجفی در نطقش چجوری چیز میکنه. درباره فتنه 88 جز فعالان سیاسی بودم. روز شنبه بعد از انتخابات از دفتر رهبری تلفن شد و گفتن بیایید در جلسه شرکت کنید. من از طرف هیچ صدادی در جلسه شرکت نکردم و به دفتر مقام معظم رهبری رفتم. آقا خودشون جلسه را اداره می کردن و خودشون وقت می دادن. بعد از پیشنهادات و خلاصه ما سعی کردیم. ببینید این رو می خوام عرض بکنم، حالا جان و اساس و محور نظام مقام رهبری است. ما معتقد به ولایت و پایبند به ولایت هستیم. این چه سؤالی است که شما می کنید که می خواهید وزیرش؟ مگر ممکن است قبول نداشته باشیم ولایت را؟ بنده چون 35 سال است در این حکومت، در این حکومت دینی دارم به این حکومت خدمت. بنده بهترین پیشنهادها را برای کار در امریکا داشتم. هر شبت که بعد در دوره بنده فعالیت های دینی و آموزش و پرورش اوج گرفت و فرهنگ نماز در دوره بنده شکل. ببینید به چه شکر خوردنی افتاده. و بعدش میگه ما سعی کردیم اینش، ما سعی کردیم آبی روی فتنه بریزیم که خاموش شود. برخی بنزین ریختن. نکته بسیار پر اهمیتی که یک بخش از اصلاح طلبا دارن به اصولگراها میگن اینقدر اسم فتنه رو نیاری، مسئله حل شد و رفت، فراموشش کنی، تمام کارشون. جنبش سبزی دیگه، ما میخواستیم آب روش بریزیم خاموشش بکنیم، شما هی بنزین روش میریزی. خود آقای روحانی چی میگه؟ آیا مطرح کردن این مورد به نفع کشور است؟ یک بار مسئله پیگیری شد و تمام شد، دیگه چرا هی اسم فتنه رو میاری؟ ما تمومش کردیم، آب روش ریختیم. حالا باید ببینیم چرا اینها از فتنه این همه میترسن. دلیل داره. فتنه یا جنبش سبز دنباله انقلاب مشروطیت و جنبش ملی شدن صنعت نفت به رهبری دکتر مصدقه. یک. دو، گرچه میگه که اجرای بدون تنازل قانون اساسی، ولی بلا فاصله میگه که این قانون اساسی وحی منزل نیست. ببینیم انقلاب اصلاح طلبای حکومتی چنین دیدگاهی دارم؟ جرأت اینو دارم؟ من دو بخش از عرصبت که منشور سبز رو برای عزیزان میخونم که بارها اینا رو خوندم، ولی ما باید گرایشات سیاسی رو در ایران به دقت بشناسیم. حکومت ارتجاع حاکم آنتناش بسیار تیزه و میدونه که فتنه یعنی چه. جنبش سبز برآمده از مردم و مولود یک نهضت ملی است. ملی است. اینا به ملی گرایی و یا به ملت اعتقاد دارن؟
اینا دنباله شیخ فضل الله نوری و آیت الله کاشانی هست که حالا اگه من رسیدم 28 مرداد رو صحبت بکنم، ببینید اینهایی که به قدرت رسیدن در سال 57 دنباله 28 مرداد و دنباله اونایی هست که دکتر مصدق رو انداختن. اینا دنباله شیخ فضل الله نوری هست، اینا دنباله فدایان اسلام هست که دشمن شماره یک ملی گرایی و دشمن شماره یک دکتر مصدق و جنبش ملی شدن صنعت نفت بودن و با CIA و اینتلیجنس سرویس انگلیس کار کردن. اینا رو من حالا باز خواهم کرد. نکته مهمه به اصلا بحثی که من میخوام راجع به 28 مرداد شروع بکنم اینه: حرکتی در تداوم تلاش مردم برای دستیابی به آزادی، عدالت اجتماعی و تحقق حاکمیت ملی یعنی استقلاله که پیش از این در برهه‌هایی چون انقلاب مشروطیت، جنبش ملی شدن صنعت نفت و انقلاب اسلامی بهار آزادیش که بعد این جانوران اومدن روش سوار شدن، دنباله های 28 مرداد اومدن روش سوار شدن، خود را جلوگر ساخته. جنبش سبز در این حال تأکید مصرانه بر حفظ استقلال و مرزبندی با نیروهای وابسته به قدرت‌های بیگانه داره و سلطه‌جو داره. حالا این یه نکته. نکته دیگه من یه نقل قول از آقای موسوی میارم که عزیزان ببینن اینا حساسیتشون به جنبش سبز چی هست و اینا در رویاروی همدیگن و اصلاح طلبا باید تصمیم خودشون رو بگیرن که آیا با مردمن و با انقلاب مشروطیت و جنبش ملی شدن صنعت نفت به رهبری دکتر مصدق هستن، یعنی با جنبش دموکراتیک مردم هستن، یا با حکومتی هستن که دنباله شیخ فضل الله نوریه. اصلاح طلبا در این وسط اگه تصمیم نگیرن له خواهند شد، همینطور که دارن له میشن. به صحبت‌های آقای حجاریان یکی از متفکرین و تئوریسین‌هاشون نگاه بکن که توبه کرد، گفت که آنچه که در 88 اتفاق افتاده تدلیس بوده و نه تقلب و نه تخلف. تدلیس رفته از کتاب شرعیات اینو در آورده. تدلیس یعنی نوعی فریبکاری بوده، یعنی آقای احمدی نژاد رفته سیب زمینی داده، پول داده به مردم، مردم رو فریب داده، چیز کرده، خلاصه رأی خریده، ولی در شمارش آرا هیچ تقلبی نشده. توبه کرد. این تئوریسین یکی از تئوریسین های اصلیشونه. یعنی خامنه ای داره یکی یکی اصلاح طلبا رو مچاله میکنه، میندازه دور. برای همینه که حسین شریعت مداری اینطور داره رقص و پایکوبی میکنه، برای اینکه دقیق میدونه حسین شریعت مداری یه آدم سیاسیه و میدونه چی میگه. نجفی رو مچالش کردن، انداختنش دور. آقای سلطانی فر رو، آقای ارچود که اون یکی که مال وزارت علوم بود، میلی منفرد، مچالشون کردن، اومدن عذرخواهی کردن، توبه کردن، خودشون رو به درجه فوق العاده حقیر رسوندن، باز انداختنشون دار. حالا آقای روحانی که در تشبیسایی که از معاوناش و غیره، ولی واقعا اینا دیگه میتونن در پیشگاه مردم سر بلند کنن، کسایی که اینطور خودشون رو کوچیک کردن، اینجوری داستانشون. بنابراین انقلاب جنبش سبز دنباله یک جنبش در تاریخ ایرانه، ارتجاع حاکم دنباله چیزی که 180 درجه با اون فرق داره. مردم ایران تکلیف شیخ فضل الله نوری در انقلاب مشروطیت معین کردن و البته آیت الله کاشانی و سایرینشون، آقایان بهبهانی و عرشبت که کاشانی و عرشبت که قنات آبادی و سایر مرتجعین جاسوس و دشمن ملت ما، با دستگاه های امنیتی علیه دکتر مصدق عمل کردن به همراه مکی و عرشبت که و سایرینشون، که حالا من اینا رو یروان ابراهامیان اینا رو وسیعاً در کتابش باز کرده. میخوام این نقل قول رو از میر حسین موسوی بخونم که اینا همین جوری موسوی رو آزادش میکنن یا حالا باید دید. میگه که ما این
صحبتیه که 30 مرداد 89 خطاب به گروهی از دانشجویان کرده. ما بیشتر از این که دنبال تغییر قانون اساسی باشیم، به دنبال ایجاد شرایطی هستیم که امکان تغییر قانون اساسی از طریق مردم فراهم شود. اینو بهش میگن دموکراسی. اینو بهش میگن یه آدم سیاسی. شرایطی باید فراهم بکنیم که مردم این قانون اساسی رو تغییر بدن. در قدم اول ما خواهان انتخابات آزادیم، بدون نظارت استصوابی. انتخابات آزاد یعنی چی؟ قدم اول اینه. حالا اینو مقایسه بکنید با صحبت‌های آقای خاتمی که میگه تنها راهی که ما داریم رفتن پای صندوق رأی، نه تنها اون، در انتخاباتی که فعلا وجود داره، یعنی با نظارت استصوابی. یعنی ملت ما در بند خواهند موند الالعبد با این شرایط. صندوق رأی با این شرایط مردم ما را آزاد میکنه؟ امکان نداره. در قدم اول ما خواهان انتخابات آزادی. این حالا از این به بعدش ببینید وحشت اینا از چیه. پذیرفتن برگزاری انتخابات آزاد خود باعث ایجاد تغییرات وسیعی در سیستم می شود. دقیقا همینطوره. اصلاحات یعنی این، اصلاحات واقعی. اینم اصلاحاته، منتها اصلاحات غیر حکومتیه. اونا اصلاحات حکومتیه، یعنی در حقیقت اصلاح طلبای حکومتی هن اونا. در حالی که ما از طریق مبارزه مسالمت‌آمیز، نه فقط از پای صندوق رأی، خواهان اینیم که بالاخره این صد بشکنه و انتخابات آزاد برقرار بشه. این مانند بازی دامینوست. اینه که اون وقت اینا رو وحشتشون بر می‌داره که حرکت اول این بازی برگزاری انتخابات آزاده. بعدش چی میشه؟ قدم به قدم مردم میرن جلو، یعنی صد شکسته میشه، همینطور که در مصر صد شکسته شده. این چیزیست که تا آخرین مهره در این بازی را به حرکت وامی دارن و همه چیز را تحت تأثیر قرار میدهد و عوض میکنن. به همین دلیل که اینا از فتنه میترسن. بنابراین ما باید بدونیم که خامنه ای چرا کاری داره میکنه که اصلاح طلبا رو مچاله بکنه و دور بندازه، و اصلاح طلبا باید تکلیف خودشون رو معین بکنن. آیا با مردم خواهند مون و دنبال انتخابات آزاد خواهند رفت، یا همون راهی رو خواهند رفت که آقای نجفی و آقای عرشبت که سعید حجاریان و یا خود روحانی رفته. بنابراین ما باید اینا رو تشخیص بدیم. من یه نقل قولی میخوام بیارم از یکی از عزیزانی که شاهد و ناظر کشتار 67 بوده و از طرفدارای سرسخت آقای خاتمی و اصلاح طلباست، آقای رضا فانی یزدی، در سایت اخبار روز 24 مرداد. من فقط یه جمله از گفتشو که خود شاهد و ناظر اون کشتارهای ضد بشری بوده، اونایی که نمیدونن اگر اخوان المسلمین در قدرت میموند مصر 600 کشته نمیداد، 60,000 کشته میداد، جنگ داخلی میشد، اینا حاکم میشدن و صدها هزار انسان رو مثل جمهوری اسلامی زیر شکنجه میکشیدن، به دخترها قبل از اینکه تیربارونشون بکنن تجاوز میکردن و 4,000 تا 5,000 انسان رو که زندانیشون رو میکشیدن به دستور خود ولی فقیه گفته بود فقط دار بزنید،
اسدالله لاجوردی بهش گفت ما وقت نداریم، بعد تیربارونشون بکنی. بعد اجازه داد که تیربارونشون بکنن. اخوان المسلمین اگه در مصر میخشون رو میکوبیدن این بود. حالا من از الورادی نقل قول برای عزیزان میارم. آقای رضا فانی یزدی میگه که ترسم از این است که این مصلحت سنجی ها، یعنی این تضرع و زاری که این وزرا در مجلس در برابر یک مش چاقوکش و قمکش و چماقدار کردند، مصلحت سنجی سر تعظیم فرود آوردن، توبه کردند، این مصلحت سنجی های سیاسی چنان ما را کرخ و بی احساس کند، بخشی از اصلاح طلبا ملت ما را میخوان کرخت بکنن که دیگر وجدانمون نه از ناله ها و زجه های قربانیان جنایت های سالهای گذشته به درد آید و نه از دیدن جنایتکاران در ویترین های رسمی قدرت. پور محمدی رو داره میگه، میگه من با آنکه طرفدار اصلاح طلبان، ولی موقعی که شنیدم که پور محمدی وزیر دادگستری در رأس قوه قضایی قرار گرفته اصلا وارفتم. در کشور لرزه بر اندام من بیافتد که اگر چنین شد باز محکومیم که در آینده شاهد جنایت های تازه تری باشه. میدونم این رو مسئله مصر من فکر نمی کنم به چیز، حالا به هر حال من میخوام از اینجا شروع بکنم که البرادعی یه آدم لیبراله، طرفدار غربه، در این حال یه مقدار ملیه و یا سیاست مداره، یه آدمی نیست که این طرفی یا اون طرفی، و از اونا بود که طرفدار سرسخت این بود که بذار اینا اردوکشی بکنن، من بالاخره اینا رو سر مغور میارم، باشون مذاکره میکنم و غیره و غیره. و بعد از اینکه روز چهارشنبه به اردو زدن اینها حمله شد استعفا داد. ولی میخوام دوباره یادآوری بکنم که البرادعی راجع به آنچه که اتفاق افتاد در سوم و چهارم جولای، یعنی برداشتن مرسی توسط، در واقع توسط بسا اسیسی که بهش گفت از حالا به بعد با هم دیگه کسی دارن صحبت میکنن، از حالا تو زندانی مردمی، و در نتیجه به اصطلاح یه دولت جدید به اصطلاح تیز کردن. و ببینید البرادعی راجع به این قضیه چی میگفته. در مصاحبه با اشپیگل میگه شما حکومت خودکامه مبارک جنگیدید، حالا شانه به شانه نظامیان حرکت میکنید که حکومت قانونی مرسی را سرنگون کردن. آیا برنده جایزه نوبل اجازه همکاری با کودتاگران را دارد؟ اشپیگل این رو بدون هیچ چیزی میگه که کودتاست و تو داری همکاری میکنی با کودتاگران. جواب البرادعی: اجازه بدهید یک نکته را برایتون روشن کنم. این یک کودتا نیست. 20 میلیون نفر، من به این چیز بعدیش، خود من از نظر لغوی این رو یک کودتا میدونم، یعنی برافتادن حکومت، و اونم اسیسی این کار رو کرد. بنابراین منتها باید ببینیم تحت چه شرایطی. 20 میلیون نفر به خیابان‌ها ریختند که به نظر من بسیار بیشتر از 20 میلیون بوده، چون دیگر راهی نمانده بود. بدون سرنگونی مرسی ما یا به سوی تشکیل دولتی فاشیستی پیش می رفتیم، از نوع ایران، از نوع عربستان، از نوع امارات و امثاله هم، و یا اینایی که می خوان در سوریه چیز بکنن، حکومت فاشیسم دینی، و یا جنگ داخلی در انتظارمون بود. اگر این کار نمی شد، جنگ داخلی که آغاز می شد 600 تا کشته نمی شدن، 1000 تا کشته نمی شدن، مثل سوریه می شد. سوریه 23 میلیون جمعیت داره،
مصر 85 میلیون. میتونن آدم تصور بکنن که در سوریه تا الان 100 هزار نفر کشته شدن و در مصر چند نفر کشته میشدن. 600 نفر نبود. ناچار به گرفتن تصمیمی دردناک شدیم. این در چارچوب قانون نبود. قانون در زمان انقلاب قانون عمل میکنه رو کاغذ یا توازن نیرو بین انقلاب و ضد انقلاب دومی عمل میکنه، نه قانون رو کاغذ. ولی چاره دیگری هم نداشتیم. شپیگل: یعنی پیامتون این است که خیابان از پارلمان مهمتر است؟ البرادعی: نه. در حالی که به نظر من باید بگه آره، ولی میگه نه. حالا ببینید بقیه جوابش چیه. اما ما پارلمان نداشتیم، فقط یک رئیس جمهور داشتیم که البته به شیوه دموکراتیک انتخاب شده بود، که به نظر من به شیوه دموکراتیک هم انتخاب نشده بود، برای اینکه مردم از ترس احمد شفیق بهش رأی دادن. تمام اونایی که تو جنبش تمردن به مرسی رأی داده بودن و بعدش اومدن برای برداشتنش تو خیابون. یعنی البرادعی به عنوان یه آدم لیبرال داره صحبت میکنه، بسیار از چیزاشو میشه رد کرد، برای اینکه اعتقاد نداره که مثلا مردم بیان تو خیابون. اعتقادش اینه که صندوق رأی مهمه، در حالی که در زمان انقلاب آنچه که تعیین میکنه مردمه، توازن قدرت بین مردم و ضد مردمه. ولی با دیکتاتوری حکومت میکرد، میگه به طور دموکراتیک اومد، ولی با او به روح دموکراسی ضربه زد، با دستگاه قضایی در افتاد، مطبوعات رو محدود کرد، حقوق زنان و اقلیت‌های مذهبی را زیر پا گذاشت، او از مقام خود برای رشد اخوان المسلمین استفاده کرد، ارزش‌های بنیادی را زیر پا له کرد و کشور را از نظر اقتصادی به قهقرا برد. حالا جنایت‌های دیگه‌شو من برای عزیزان می‌خونم که چه کارهای دیگه‌ای کرده، فقط اینا نبوده. در مصاحبه‌ای که با واشنگتن پست کرده چند روز بعد، دوم اوت، عرصه واشنگتن: اعضای اخوان المسلمین باید بدانند که مرسی عرصه باید در انتخابات شرکت کنند و برای کاندیدا داشته باشند. عرصه که بهش میگه که شما میگید که چیز بکنن، خب ولی چرا کودتا کردید علیهش؟ البرادعی: مرسی اگر با شکست مواجه شد به این علت نبود که عضو اخوان المسلمینه، اخوان المسلمین باید بیان در انتخابات شرکت بکنن، این مرسی بود که شکست خورد، بلکه در انجام وظایفش شکست خورد و رفوزه شد. بعد در یک دموکراسی، من میخوام روی این قضیه راجع به مصر تمام اونهایی که الان فریادشون بلند شده از آقای پپه اسکوبار که من این همه ازش نقل قول کردم، آقای رابرت فیسک خبرنگار 30-40 ساله در لبنان، عرشبت که خانم ایمی گودمن و امثال هم، به این قضایا باید دقت بکنن. در یک دموکراسی وقتی شما 20 میلیون انسان در خیابان میبینی که علیه تو تظاهرات میکنند، استعفا میدهی. اینه بهش میگن دموکراسی. اخوان المسلمین فقط میخواد به قدرت بچسبه. حزب فقط حزب الله، رهبر فقط روح الله، و بعد کشتار. مردم مصر ایران رو دیدن که مردم ایران 35 سال زیر نعلین دارن دست پا میزنن و راضی شدن حالا با آقای روحانی. بدبختانه ما در قانون اساسی مسئله بازخوانی نظیر آنچه شما دارید نداریم. مال واشنگتن پست میگه این یک تظاهرات مردمی در رد ادامه جمهوری مرسی بود. تقصیر این کشتارها به گردن کیه؟ شخص مرسی و رهبران اخوان المسلمین. میخواستم این رو نتیجه گیری بکنم. عزیزانی که میخوان چیز بکنن، محکوم بکنن، باید ببینیم هنوز که هنوز دستبردار نیستن و با کمک آقای جان مکین و لینزی گراهام و آقای ویلیام برنز که اومدن و تشویقشون کردن که مقاومت کنید، بمونید که جنگ داخلی را بیفته. من هفته گذشته به عزیزان عرض کردم
بالاخره اینو میخوان تبدیل به جنگ داخلیش بکنن، ولی مردم مصر نخواهند گذاشت. حالا من اخبار مردم مصر رو برای عزیزان میخونم که ببینن خود مردم مصر چی فکر میکنن. من از نیویورک تایمز، برای اینکه آقای دیوید کرکپاتریک که مخبر اصلیشونه، مقالاتش رو عزیزان باید در نیویورک تایمز که چه یخه‌ای داره پاره میکنه برای اخوان المسلمین و چه حمله‌ای به مردم، به مردم مصر میکنه. ولی یه مقاله هست که کریم فهیم نوشته که رفته تو محلات فقیرنشین مصر از مردم سوال کرده. این مال نیویورک تایمز 16 اوته، مال دیروزه در واقع، بله امروز 17 همه. مردی که تخم مرغ میفروخت میگوید ارتش برای پراکنده اخوانی ها بیش از اندازه صبر کرد. میگه میواز زودتر میومد. بسیاری از مصریان خشم خود را متوجه اخوانی ها کردند که به مدت چند هفته اردو زده بودند. ارتش مردم بهشون التماس کردند که وارد پروسه سیاسی بشید، دست بردارید. محمد مرسی برگشتنی نیست. درخواست این که محمد مرسی دوباره برگرده رئیس جمهور بشه یعنی جنگ داخلی. 20 تا 30 میلیون انسان اومدن خیابون علیه محمد مرسی، شما میخواهید دوباره برگردیدش به ریاست جمهوری؟ یعنی جنگ داخلی؟ یعنی علیه مردم مصر شما قد علم کردید؟ کی مسئول اینه؟ کی مسئول این کشته هاست؟ از نظر آنان پلیس چاره دیگری نداشت. عزیزان باید ببینن که مردم، پلیسایی که، برای اینکه تو اخبار شما نمیخونی که چند تا پلیس کشته شدن، مردم تشییع جنازه برای پلیسا دارن میگیرن. اخوان المسلمین فقط با ارتش و پلیس روبرو نیست، با مردم روبروه. حالا من اخبارشو بازم بیش، مردم به تهدیدات مکرر طرفداران مرسی اشاره میکنن و از این رو مردم از آنها به عنوان تروریست یاد میکنن. مردم مصر اینا رو تروریست میدونن. اشتباه میکنن؟ ابدا. به نظر مردم ارتش تنها نیروی بود که میتوانست در برابر آنها بایستد. اکمل ویلیام که این قبطیه، به این دلیلی که تعمیرکار ماشین میگوید این لازم بود، پلیس میبایست محکم میایستاد. محافل خارجی، سازمانهای حقوق بشر و تمام به اصطلاح آقای عرشبت که اولانده و وسترولله و امثالهم و امثالهم حمله به اردوگاه اخوان را محکوم کردند که ما هم به نوعی در واقع محکوم میکنیم، ولی باعث و بانیش کیه؟ اما بسیاری از مصریان خشم خود را متوجه اخوان میکنن، عرشبت که و چرا که به مدت چندین هفته در بیرون اردو زدن. از نظر مردم آنچه اتفاق افتاد طبیعی بود. در این بابا، یعنی این محله فقیرنشین، محله نظرات که تمام جریانات سیاسی را در کوچه پس کوچه های آن میتوان جستجو کرد، خبرنگار نیویورک تایمز کریم فهیم رفته اونجا، بسیاری از مردم از خونریزی دیروز اظهار تأسف میکردن، اما نظرشون این بود که آلترناتیو آن بسیار بدتر از این میبود. یعنی 60,000 نفر یا صدها هزار نفر کشته می شدن اگه به اینا اجازه می دادن که به تدریج می خواستن در واقع بسیار نوعی دیگه به اصطلاح حمله بکنن به تمام چیزا. برای این که ما می دونیم در بسیاری از شهرها الان چندین کلیسا رو درب و داغون کردن، نابود کردن و بعد به ساختمانهای دولتی می خواستن حمله بکنن. بسیاری میگفتن اخوان المسلمین با اردو زدنها و بسنشینیهای بیپایانش جلوی حرکت کشور را میگرفت، در واقع جلوی آشتی ملی را. اینا به آشتی ملی اصولا اعتقادی ندارن، در حالی که اخوان المسلمین میبایست تسلیم اکثریت مردم مصر میشد و میومد در پروسه سیاسی وارد میشد و تن به یه انتخابات جدیدی میداد. این کار اینا نمیکنن، اهل این نیستن. وارد شدن در پروسه سیاسی، تن دادن به انتخابات و هرچه ارتش مصر صبر می کرد، اخوان المسلمین خود را قوی تر و مصر را ضعیف تر می دید. این فکر مردم زمانی شدت گرفت که طرفداران مرسی روز پنجشنبه به یکی از ادارات دولتی در گیزا حمله بردن. عزیزان می دونن
ولی من برمیگردم به عرصبت که به گاردین که ببینید از گاردین یه نقل قول میارم. صلاح امین دانشجوی 17 ساله اهل شرقیه میگوید حقشان بود، میخواستن کشور را نابود کنن، بنابراین ارتش ناچار بود دخالت بکنه. من با ارتش و پلیس علیه اخوان المسلمین هستم که میخواهد کشور را خراب بکنه. آنها میخواهن اونطور که خودشون میخواهن کشور را بگردانن. یه جوان 17 ساله. خانم قندیل جامعه شناس میگوید حدس میزنم حدود 80% از مردم مصر از اخوان المسلمین شدیداً دل زده و رویگردانن و خواهان حذف آنها از حیات سیاسی هم حتی هستن. بعضی ها از ارتش حمایت میکنن، بعضی هم مشکوکن که اوضاع به چه سویی خواهد رفت. هانی شکرالله روزنامه نگار میگوید این از گاردین 16 اوت که اینم مال دیروزه. مردم مصر انسانیت خود را از دست ندادند، اما خواهان ختم این جنگند و میخواهند به زندگیشون برسند. نفرت نسبت به اخوان المسلمین بی سابقه است، حتی از رژیم مبارک بیشتر، چرا که اینان هم میخواستن دیکتاتوری برقرار بکنن. لااقل دیکتاتوری اونها دیگه زنا رو به بند نمیکشه، عرشبت که و قوانین قرون وسطایی رو سرسپرده غرب هستن، ولی قوانین قرون وسطایی رو پیاده نمیکنن. عرشبت که نیمی از جمعیت کشور رو به بند نمیکشن، زیر پوشش زیر چادر نمیبرن، حق هزانت رو ازشون نمیگیرن، حق قضاوت رو ازشون نمیگیرن، حق مسافرت رو ازشون نمیگیرن. اینا موجودات قرون وسطاییه و در این حال خون آشامی هستن که مردم مصر شناختنشون. حمیده محمده که زن خانداری من میگه من اینجا آمدم تظاهرات علیه بسا طرفداران مرسی، من اینجا آمدم که از ارتش و پلیس حمایت کنم. ما نمیخواهیم قطر، ترکیه و امریکا در کار ما دخالت کنند. ما کمک اونها رو نمیخواهیم. حالا بعضیا اینه که امریکا کمک 1.3 میلیارد دلاریش رو به ارتش قطع نکرده، این رو بهانه قرار میدن که آره پس این یک کودتای امریکایی و امریکا طرفدار این جریان. عزیزان، مقاله امروز رو به قلم دو نفر از خبرنگارای برجسته نیویورک تایمز بخونن که چرا امریکا این کمک نظامی رو نمیتونه قطعش بکنه. این مقاله ای است به قلم تام شنکر و اریک شمید. اینا دو تا از خبرنگارای کارکشته نیویورک تایمز هستند، برای اینکه هر کدوم از این خبرنگارا چیز نیستن. میگه امریکا نمیتونه، برای اینکه مصر، ارتش مصر کلی الان دست بالا رو داره و امریکا میترسه که قطعش بکنه. از جهت اسرائیل، از جهت کانال سوئز، از جهت فضای هواییش، از جهت کمک هایی که ارتش مصر میتونه در کل منطقه بهش بکنه، که فرضاً ترکیه جلوی ورود نیروهای امریکا رو به عراق برای حمله به عراق گرفت، اگه عزیزان یادشون بیاد، در حالی که مصر گذاشت کاملاً امریکا چیز بکنه. به خاطر همین 1.3 میلیارد قراردادی که با اسرائیل داره. بنابراین ارتش مصر الان دست بالا رو داره، امریکا نمیتونه قطعش بکنه. بنابراین این نیست که این یک کودتای امریکایی همینجوری. در واقع امریکا الان نمیدونه چیکار باید بکنه. کاملاً خیلی عذر میخوام گوگیجه گرفته و اختلاف در درون هیئت حاکمه امریکا افتاده. الان همین خانم سوزان رایس رفته بوده توی یه بساط در حال وکیشن آقای اوباما، رفته بوده اونجا، اون بهش گفته که نباید قطع بکنی، برای اینکه به اصطلاح ما ضررهای زیادی خواهیم کرد، ولی در این حال ما باید تا جای ممکن هم محکوم بکنیم، یعنی موندن توش که چیکار باید بکنن. عزیزان اگر این مقاله نیویورک تایمز رو بخونن، دلایل اینی که این کمک نظامی رو قطع نکردن رو قشنگ میتونن، وگرنه مصر واقعا میدونه. حالا چیز دیگه چیه؟ 1.3 میلیارد رو قطع بکنن. الان کشور عربستان و امارات و کویت 8-10 میلیارد دلار بهشون کمک کردن، بنابراین مصر اصلا احتیاجی به اینا نداره.
ولی نمیخوان نفوذشون رو از دست بدن در اونجا. ولی این به معنای این نیست که این یک کودتای امریکایی به دسته به دستور امریکا اینو چیز امریکا رو توی به حساب بن‌بست قرار داده. امریکا در درجه اول طرف اخوان المسلمینه و در واقع مردم مصر تشخیص دادن که دشمن اصلی اخوان المسلمینه. من حالا نامه مردم با محمد حسین، حمدی حسین، یکی از رهبران سندیکایی مصر مصاحبه کرده که من با اینکه فرصت نی ولی ناچارم مسئله مصر چون مهمه و بسیاری از بینندگان برنامه به اصطلاح به شک و تردید افتادن و ایمیلایی برای من میفرستن که خب حالا چی؟ کاملا آشکاره که ما تحلیلمون باید بر چه پایه‌ای باشه و از زبان مردم مصر باید بفهمیم که داستان چیه، نه از آقای پپه اسکوبار یا نمیدونم رابرت فیسک یا خانم ایمی گودمن. من به حرف البرادعی که توی مصره، احمد شاهین که توی مصره، احمد ماهر که توی مصره، محمد حمدی حسین که توی مصره و این زنانی که ازشون اسم بردن و این دانشجوی 17 ساله برای من مهمه، صحبت این یه مش خبرنگارایی که اصلا آگاهی سیاسی نمیفهمن، اصلا اسلام سیاسی یعنی چه؟ اینا میفهمن اسلام سیاسی یعنی چه؟ در چنین شرایطی آیا برکرانی رئیس جمهور مرسی جدایی در صف سندیکاها و سازمانهای کارگری موجب نخواهد شد و اگر جدایی رخ دهد از جانب نیروهای ترقی‌خواه و کارگری چه تدبیرهایی؟ حمدی حسین، برکناری مرسی هیچ گونه تأثیری بر صف متحد سندیکاها و سازمانهای کارگری نخواهد گذاشت. وجود مرسی در مقام ریاست جمهوری مصر موجب جدایی هاست، اما با انتخاب رهبرانی و او با انتخاب رهبرانی از اخوان المسلمین برای وزارت کار و اتحادیه عمومی سندیکاهای کارگری تأخیر در انتخابات صنفی کارگران را موجب شد. او همچنین مخالف تأسیس سندیکاهای مستقل و دموکراتیک بود. بر کناری اون نقطه شروع خوبی برای طبقه کارگر بود. 23 میلیون کارگر مرسی عرض که مصر اینجوری فکر میکن، 23 میلیون انسان که اومدن توی خیابونا علیه مرسی برای که میدونن که دشمنشونه. همینک وزیری از میان انقلابیون تعیین شده، کمال عطیه، وزیر یکی از رؤسای سندیکاها، سندیکاهای مستقل شده وزیر کار که دست همکاری به سوی تمامی اتحادیه ها دراز کرده و برای بازگرداندن کارگران اخراجی بر سر کارهایشون در تلاش است و در تدوین قانون متناسب با شرایط انقلابی فعلی برای تعیین حداقل دستمزد و حقوق متناسب با قیمت ها تدوین باید بکنه. این همون پیشنهادهای نیروهای ترقی‌خواه و کارگری که میخواد الان پیاده بکنه. در زمان مرسی تحصنها و اعتصابات کارگری با استفاده از نیروی قهریه و از جمله استفاده از سگهای پلیس سرکوب شدند. آنچه در شرکت سیمان پورتلند در اسکندریه به وقوع پیوست نمونه از همین سرکوب هاست. امیدوارم در هفته های آینده من بتونم بیشتر راجع به این قضیه صحبت بکنم. و الان که 25 دقیقه مونده نمیدونم آیا راجع به 28 مرداد صحبت بکنم و یا دنباله چیز رو بگیرم، عرض شود که ویژگی های سرمایه داری رو، عرض شود که من هفته آینده عرض شود راجع به 28 مرداد صحبت خواهم کرد، دیر نمیشه و فکر میکنم 2 یا 3 هفته هم این بحث ادامه پیدا بکنه. فرزاد جان میتونی اون کتاب رو نشون بدی لطفاً؟ میخوام نقل قولهای وسیعی از کتاب یروان ابراهامیان بیارم راجع به 28 مرداد که کتاب بی‌نظیریه و واقعاً عرض شود که لااقل 1000 تا رفرنس داره این کتاب، با اینکه کتاب گنده‌ای نیست، حدود 250 صفحه است، حدود 200 صفحه،
ولی حدود 1000 تا رفرنس داره، تمام مستند، که مرسی عزیز، The Coup یعنی کودتای 28 مرداد. و این کتاب در 3 بخش، یکی راجع به عرض شود که ملی شدن صنعت نفت صحبت میکنه، یه فصل دیگرش راجع به مذاکراتی که بین دکتر مصدق و شرکت‌های نفت و دولت انگلیس و امریکا بوده، و یه بخش دیگرش هم راجع به خود کودتاست که چطور صورت گرفت، که من از هفته آینده راجع به این قضیه صحبت خواهم کرد که کودتا به طور کلی چطور اتفاق افتاد. واقعا اطلاعات بسیار بسیار، و واقعا به عزیزان پیشنهاد میکنم که این کتاب رو تهیه بکنن، The Coup عرصبت که، و امید اینه که در ایران اینطور که معلومه به اصطلاح این کتاب داره ترجمه میشه، و امیدواریم که ترجمه بشه هرچه زودتر، و در نتیجه جوابیست جانانه به اونهایی که میخوان بگن که آره نه امریکا و انگلیس دخالت چندانی داشتن، و در نتیجه از ماست که بر ماست، آخونده فقط چیزه، آخونده دستی تا مرفق دستشون در خون مردم آغشته است. همین ها کاشانی رو من و پدرم میرفتیم خونش برد، بهبهانی رو که مهمون پدر من بود در خوزستان، که بعد در گوشی پدرم، من بچه بودم، سال 29 و 30 بود، تازه دکتر مصدق اومده بود، اومد خوزستان، بعد پدرم در گوشی به من میگفت این اومده که عشایر خوزستان را علیه دکتر مصدق بشورونه، علت مسافرتش اینه. یه همچین جونورای جاسوسی هستن. حالا من نقل قول میارم که همین آیت الله بهبهانی محمد که پسر در حقیقت یکی از انقلابیون مشروطه، چه جاسوسه که پول میگرفت، و یا کاشانی که گونی گونی هم از انگلیسی ها پول میگرفت، هم از سفارت چیز امریکا، که این بین لات و پوتا به حساب پول تقسیم بکنه برای 28 مرداد. اینایی که به قدرت رسیدن دنباله همینا، مال فدایان اسلام هن دیگه، و دنباله اخوان المسلمین هن، همشون از یک چیز میان، از یک سلاله میان. بنابراین من از هفته آینده این بحث 28 مرداد رو آغاز میکنم، این هفته فرصت نیست عزیزان، و میرم روی دنباله به اصطلاح ویژگی های نظام سرمایه‌داری رو میگه، در واقع بسا سیستم سرمایه‌داری رو میگیرم، که باز هم دو مطلب رو میخوام در این زمینه در واقع چیز بکنم، باز بکنم. یکی عبارت هست هر شبد اینه که انگلیس چطور انقلاب صنعتی در انگلیس اتفاق افتاد، چرا در ژاپن اتفاق نیفتاد، چرا در آلمان اتفاق نیفتاد؟ اول یعنی آغاز انقلاب است، برای اینکه کشورهای دیگه فرضاً قرض 14 و 15 در ایتالیا فوق العاده به اصطلاح لئوناردو داوینچی اونجا بود، عرض شد که ماکیاولی، یعنی متفکرین بزرگ و واقعاً از نظر چیز کلی به حساب پیشرفته بودن، هم از نظر علم هم از نظر چیز، ولی چرا اونجا اتفاق نیفتاد انقلاب صنعتی؟ و یا در هلند قرن 17 از انگلیس به مراتب پیشرفته تر بود، ولی بالاخره انقلاب صنعتی در قرن 18 در انگلیس صورت گرفت. میخوام چند کلمه راجع به این قضیه صحبت بکنم، و اگر رسیدیم راجع به ریشه های عقب مونده ای که اون وقت ما چی شدیم و چه بر سر ما رفت. انگلیس چند خصوصیت داره که این کشور رو واقعا آماده کرد برای اینکه انقلاب صنعتی در اونجا صورت بگیره، و این برداشت هایی که خود من در واقع در جایی به صورت مدون ندیدم، ولی یه جنبندیه که خود من از این قضیه میکنم. خود جزیره انگلیس، بومیان اصلیش سلتیک یا کلتیک
بهشون میگن، که زبون خودشون هم دارن، که بخشی از ایرلند الان به همون زبون صحبت میکنن و شاید بخشی از اسکاتلند هم زبان سلتیک یا کلتیک. ولی بعدن ما میدونیم که وایکینگ ها به انگلیس حمله میکنن، وایکینگ ها لامصبا هم به فرانسه، بعدش که نورمن ها رو، نورمن ها در حقیقت من نمیدونستم بخشی از به اصطلاح اقوام همون وایکینگ و اسکاندیناوی هستن، مال سوئد و نروژ حمله میکنن. ولی آخرین حمله ای که به انگلیس میشه توسط نورمن هاست، مال نورماندی فرانسه، این 1066 میلادیه. بعدش انگلیس دیگه مورد حمله هیچ قومی هیچ چیزی قرار نمیگیره، یعنی در صلح و آرامش زندگی میکنه، با احتمال خیلی زیاد به دلیل جزیره بودنشه، حالا یا به هر چیزی. بعد از اینکه نورمن ها میان و اونجا رو تسخیر میکنن، در واقع صلح و آرامش در اونجا برقرار میشه و بعد از اون انگلیس واقعا یک دوره آرامش 500 یا 600 ساله رو تا قرن بگیم 16 پشت سر میذاره. خود همین صلح و آرامش، شما یه چند تا کشور تو این جهان هستن که مورد تجاوز اقوام دیگه، غارتگرهای دیگه و و و و قرار نگرفتن. فرضاً کشور ما، شما دقت بکنید که چهارراه حوادث بوده، هند رو در نظر بگیرید، چین رو در نظر بگیرید، کشورهای افریقایی رو در نظر بگیرید، تمام این و حتی اروپای قاره‌ای به همین ترتیب جنگ بین خودشون، و دوران آرامشی به این وسعت به مدت 500 یا 600 سال نداشتن. این یک. دوم، جزیره است که با بارانهای زیاد، سرسبز، رودخانه های فراوان و در نتیجه و زراعت بسیار پیشرفته. حالا میرسیم به زراعت در انگلیس، که به قول الن مایکسن وود و البته آقای برنر، اونم به اصطلاح یکی از متفکرینه که همفکر با الن مایکسن وود هست، موقعی که نورمن ها میان به اونجا، زمین ها رو به قطعات بسیار بزرگ تقسیم میکنن و این یکی از اون چیزاییه که در واقع فئودال های بزرگ و اشرافیت جا افتاده انگلیس از این طریق به وجود میاد، اشرافیت در حقیقت ملکی که بعداً اشرافیت صنعتی به وجود میاد، ولی اینا اشرافیت زمیندار. و این زمین ها رو خودشون همش رو زراعت نمی کنن، بلکه اجاره میدن، یعنی مستأجر میگیرن، به قطعات کوچکتر اینا رو تقسیم میکنن و اینا رو اجاره میدن. اجاره اینها یه چیز نسبتاً ثابت بوده، بنابراین اینهایی که زمینها رو اجاره میکنن با همدیگه رقابت میکنن که کدومشون محصول بیشتری بتونن تولید بکنن. الن مایکسن وود روی این قضیه بسیار تکیه میکنه که میگه اینا به فکر این افتادن که چطور هر کدومشون بیشتر در سال محصول ایجاد بکنن، یعنی باراوری بیشتری، بهره‌وری بیشتری از زمین داشته باشن. چون ملاکین بزرگ و اشرافیت زمیندار به اونهایی رو ترجیح میداد که محصولش بیشتر باشه، هم میتونست در واقع درآمد بیشتری داشته باشه و هم میخواست که زمین در حقیقت آبادتر و بهتر بشه. خب این نتیجهش چی میشه؟ نتیجه اینه که این اجاره دارها در واقع کوشش میکردن با ابداعاتی که فرضاً در آبیاری، در کاشت، در داشت، در برداشت محصول، از جمله شخم زدن، سیستم آبیاری، سیستم کود و غیره و غیره، هر چه بیشتر بسا ابداع و نوآوری داشته باشن. در واقع در سرمایه‌داری چه چیزی بسا باعث رقابت میشه و
و چرا به حساب اون انگیزه بسیار پر اهمیت در سرمایه‌داری چیه؟ به دلیل در دوره رقابتیش اینه که هر کسی میخواد بهره‌وری کار رو ببره بالا و در نتیجه این احتیاج به اختراع، ابداع و نوآوری داره. بنابراین از اونجا در حقیقت شروع میشه ابداعاتی که در زمینه کشاورزیه و خود این کشاورزی رو بالا میبره و در نتیجه تنعم به وجود میاره و در کشوری که هم آسایش و آرامش باشه و هم تنعم باشه، خب نتیجهش چی میشه؟ دانشمند به وجود میاره، متفکر به وجود میاره، ابداعگر به وجود میاره، مخترع و نوآور تربیت میکنه. ولی هنوز که هنوزه، فرزن دانشگاه آکسفورد فکر میکنم سال 1200 شروع میکنه به چیز کردن. در اون زمان بگیم مثلا قرن 13 یا 12 یا 13، استاداش در اون زمان کجا میومدن درس یاد میگرفتن؟ میومدن در اندلس که در اون زمان زیر سیطره و عیسی تمدن عرب و تمدن اسلام بود و یکی از مراکز بزرگ به اصطلاح تمدن در اندلس بود که اسپانیا و پرتغال که هنوز عزیزانی که در اونجا هستن بعضی از ساختمونا هنوز باقی مونده. اینا به اصطلاح مور بهشون میگفتن، MOOR، که به اصطلاح مال شمال افریقا بودن که اومده بودن اونجا رو تسخیر کرده بودن و یک تمدن بزرگ اونجا درست کرده بودن، دانشگاه های معروف واقعا، و دانشگاه های مثل فرزن مونپلیه در فرانسه، اوپسالا در سوئد، آکسفورد در انگلیس. استاداشون کجا می اومدن چیز یاد می گرفتن؟ که البته خود تمدن عرب هم از یونانیا، از چینی ها می گرده، تمدن و علم و تکنولوژی می گرده، در سطح مخصوص یک نژاد و یک قوم نیست، می گرده. بنابراین یک چنین وضعیتی هستش و این ابداعات و اختراعات در واقع باعث این میشه و از طرف دیگه اون تنها نیستش. از قرن 16 در واقع از زمان بگیم هنری 7 و 8 شروع میکنن ملاکین بزرگ. اون موقع بخش وسیعی از زمین ها هم عمومی بوده و دست مردم بوده و یا در دست دهقانای در واقع مرفهی که بهش میگفتن یومن، در دست اونا بوده. به تدریج اینها رو از دست این دهقانا میگیرن، هم صنایعشون رو به اصطلاح از دستشون میگیرن و هم زمین هاشون رو، و ما میدونیم که میلیون ها انسان رو در واقع از زندگی ساقط میکنن. در حقیقت به اصطلاح اجداد طبقه کارگر انگلیس کیا هستن؟ همینا هستن که بعد تبدیل به ولگرد و خانه به دوش میشن، که بارها و بارها من اینو عرض کردم که میان به شهرهایی مثل منچستر و لیدز و عرصوت که شفیلد و لندن و امثال هم ولگرد، که اینا رو مجازات میکنن. و همینطور که بارها عرض کردم فقط در زمان هنری 8 75,000 نفر از اینا رو سر میبرن در همین انگلیس، به خاطر اینکه بقیه رو وادارشون بکنن که بیان به کارخانجات در رو. یعنی در واقع شما در یک طرف به اصطلاح این ثروت‌ها داره دست یه عده جمع میشه، از طرف دیگه یه نیروی کار که بیکاره و ولگرده و اینا باید بیان و در واقع سرمایه در برابر کار قرار میگیره و طبقه کارگر رو به وجود میاره. اینا مقدمات در واقع انقلاب صنعتی، ولی فقط اون تنها نیست. در همین زمان اینا به دلیل اینکه از قرن 15 راه جاده ابریشم بسته میشه، ما میدونیم عثمانی ها مثلا اقوام ترک عثمانی میان و بیزانس سابق یا به اصطلاح امپراتوری روم شرقی رو در حقیقت میگیرن و در نتیجه راه ابریشم و راه اروپا به آسیا بسته میشه. اینا رو قبلا یه مقدار صحبتشونه کردم و اروپایی ها میزنن به دریا و در نتیجه مقدماتی فراهم میشه
برای اینکه اینا برن به کشورهای دیگر رو با غارت و چپاول انباشت اولیه سرمایه تمام این ثروت ها میاد اونجا. از طرف از یک طرف شما میلیون ها انسان داری، یا صدها هزار، در اون زمان جمعیت انقدر بالا نبوده، آدم های بیکار داری، ولگرد داری که اینا رو میتونن به کار بگیرن، برای اینکه تنها چیزی که براشون میمونه نیروی کارشونه و باید اینا رو به کار بگیرن. از طرف دیگه انباشت سرمایه، اینا مقدمات در واقع انقلاب صنعتی در انگلیس رو فراهم میکنن در درجه اول، ولی مقدماتش در کشورهای دیگه اروپایی هم باز هست که بعد از انگلیس هستن، که از همشون جلوتر در حقیقت فرانسه است و بعد کشورهای دیگه اروپایی. بنابراین یکی از دلایلی که در انگلیس ابتدا این اتفاقات میفته به دلیل برتری نژادیشون نیست، که بعضیا میخوان به ما بخورونن، بعضیا میگن اینا انگلیسی ها اصلا یه چیز دیگه ایان و غیره و غیره، در حالی که نمیدونن که در قرن 18 حالا من نقل قول میارم از عرصبت که پول باران که میگه قرن 18 نظر از بسیاری جهات صنعتی مردم هند جلوتر بودن از اینا، و این نیست که به اصطلاح نظر نژادی کشورهای شرق از اینا عقبتر بودن. تا قرن 16 و 17 اصلا اینا عجیب از شرق عقبتر بودن، همه نظر صنعت، همه نظر کشاورزی و غیره و غیره. نکته دوم اینه که سؤالی که بلافاصله مطرح می شود این است که من از پول باران نقل قول می کنم، چرا کشورهای عقب مانده همون مسیری را که کشورهای پیشرفته طی کردند طی نکردند و چرا در نتیجه عقب موندن؟ ریشه های عقب موندگی. بحث خود را باید از جایی شروع کنیم که این هر دو بخش از جهان، شرق و غرب، تحولات خود را از اونجا آغاز کردن. تازه برمیگردیم به قرن 16 و 17 واقعا، یا یه ذره قبلش، بگیم سال 1500 یه معیاری باشه، ابتدای قرن 16 که فرزن صفویه در ایران شروع میکنه، هند به اصطلاح امپراتوری مینگ فکر میکنم، امپراتوری مسکوی، امپراتوری در حقیقت مغلها در هند ایناست، و امپراتوری عثمانی. در اروپا یه مش دوکنشین هم کاملا از شرق عقب افتاده تر، از اونجا آغاز، و آن هم سیستمی است که علل عموم فئودالیسم خوانده می شود. هستند کسانی که میگن ایران فئودالی نبوده، بلکه شیوه تولید آسیایی بوده. به نظر پول باران این به اصطلاح، برای اینکه حالا چرا میگن شیوه تولید آسیایی؟ برای اینکه میگن در شیوه تولید آسیایی چون همه چی دست حکومت، حس ابتکار، خطر کردن و روحیه سرمایه‌داری وجود نداره. یه چیزی مارکس داره در مقدمه گروندریسه میگه که اگه ما بخوایم آناتومی میمون رو بفهمیم باید آناتومی انسان رو یاد بگیریم اول، برای اینکه ما باید بفهمیم که چه بر سر ما بردن. الان باید ببینیم هندیا روحیه سرمایه‌داری ندارن، چینیا روحیه سرمایه‌داری ندارن، کره‌ایا روحیه سرمایه‌داری ندارن، ایرانیا روحیه سرمایه‌داری ندارن. توی بورلی هیلز ببینید چیکار، چه جولونه میدن بازرگانان ایرانی و کسبه و صنعتگران و در رأسش اصلا امریکایی‌ها رو زدن کنار، انگلیسی‌ها رو زدن کنار از روحیه سرمایه‌داری. بنابراین اگه بخوایم ببینیم که چینیا و ایرانیا و مصریا و اندونزیا اینا روحیه سرمایه‌داری داشتن یا نه، الان نگاه بکنید. این یک. دوم، عزیزانی که بچه دارن اینجا برن برای فارغ التحصیلی از دبیرستان ببینن چند نفر امریکایی شاگرد اولا، 10 نفر اول، و چند نفر از چین، از کره، از هند، از ایران و یا از پاکستان. من خودم بچه‌ام فارغ التحصیل شدن و رفتم، 3 تاش
ما استعداد نداریم، شرقی ها استعداد ندارن، روحیه سرمایه‌داری ندارن، روحیه خطر کردن ندارن. اونایی که میگن شیوه تولید آسیایی همسان، خیر، سیستم یه سیستم فئودالی یا پیش سرمایه‌داری، منتها این سیستم پیش سرمایه‌داری اشکال متفاوت داره. یه چیزی رو از مارکس گرفتن و دیگه پیرن عثمان کردن، شیوه تولید آسیه که خود مارکس از انگلس یاد گرفته، انگلس هم از یه به اصطلاح مستشرقه که یه پزشکیه اسمش الان یادم رفته که در دربار هند بوده، از اون مستشرقین چیزه فرانسویه، عرشبت که یه کتابی نوشته که آره علت عقب موندگی هند شیوه تولید آسیاییه و نه تسلط فرانسه و یا تسلط انگلیس بر این کشور که به خاک سیاه نشونن. حالا من جلسات آینده راجع به این قضیه صحبت میکنم که چطور هند در ابتدای قرن 18 از انگلیس جلوتر بوده و به اواسط قرن 19 که میرسیم به خاک سیاه میشونه، تسلط انگلیس بر هند. نقل قولهای وسیعی از جاهای مختلف برای عزیزان خواهم آورد. بنابراین در این زمینه و برای پاسخ دادن در واقع به یکی از اون چیزهایی که من مطرح کردم از ماست که بر ماست، باید وارد این تئوری‌ها و تاریخ این رو بررسی بکنیم. وقت من در واقع داره تمام میشه. عزیزان همینطور که عرض کردم برای کمک‌های مالیشون میتونن به این به اصطلاح آدرس پی او باکس مراجعه بکنن و چیز که برنامه بتونه ادامه پیدا بکنه و من هفته آینده این بحث راجع به 28 مرداد رو آغاز خواهم کرد و فکر میکنم لااقل دو سه هفته طول بکشه، لااقل دو سه هفته طول بکشه تا یه جوابی باشه به آقایان که آره آره از ماست که بر ماست، هر شبه که ما از نظر نژادی عقب افتاده ایم و یا شیوه تولید آسیایی داریم یا کمبارانیه امریکا و انگلیس. ابدا. اینه که تک تک این جریانات باید باز بشه. شاید حوادثی که در افغانستان، عراق، لیبی، سوریه، مصر و دخالت‌های جنایتکارانه اینها در این کشورها برای عقب نگه داشتنشون شاید درسی برای اینا باشه. حالا کودتای 28 مرداد هیچ. فرزا جان خیلی ممنون. به این ترتیب با عزیزان خداحافظی میکنم تا هفته آینده. شب و روز عزیزان خوش.